بیکران پاینده ایران شکر خدا که ما چیز داریم امنیت داریم امنیتی که داریم جمهوری اسلامی آورده حالا هر لحظه همینم در حقیقت داره پنبک زده میشه ادعا کردن که ما امنیت آوردیم حالا اگر وضعیت اقتصادی خوبی نداریم وضعیت اجتماعی خوبی نداریم دختر پسرا نمیتونن با هم ازدواج کنن آزادی مدنی نداریم به جاش امنیت داریم خب حالا با طرحی که خودشون چیدن و ما امشب افشاگری کردیم برنامه‌اش ساختیم که قراره که طرف گفته آقا ما به جای مردم ایران افغانی بیاریم اینجوری که افغانیا بیا ما میتونیم مشکل کمبود جمعیتمون رو پر کنیم بدون با کمترین در حقیقت هزینه امنیتی و هزینه اجتماعی خب حالا فیلم هایی در میاد که بخش قابل توجهی هم ایزان افغانستانی هستن که دارن این چیزها رو میزنن دیگه در حقیقت دارن این گوشی موبایل مردم رو تو خیابونا میزنن فیلم جالبیه نگاه کنیم ما هم میاد کنار ماشین در ماشین رو میکنه میزنه فرار این وضعیت مملک امنیته همه شون هم افغانستانی نیستن ولی وضعیت مملکت رو به جایی بردن که شما میبینید که در چه سطحی برحال دوزی ها داره افزایش پیدا میکنه اصل داستان اینه که امنیت رو یعنی بردن رو هوا دیگه امنیتی وجود نداره گوشی زنه رو میزنه و سوار موتور میشه نفت. فرار زنم داد و بیداد و دوی دنبال اینجا هم جالبه نگاه کنی پیاده شد نگاه کنی میره قشنگ گوشی رو زد فرار <متصفح> اینجا هم که گوشی موبایل زد فرار یعنی این وضعیت این, این فیلم ها حالا جالبه تو این فیلم ها ب... مثلا برای همه زمانانی نی فیلم های یک ماه اخیره اینجا معنا شما نگاه کنید میا قشنگ موبایل زد فرار دوید سوار موتور برو بریم خداحافظ خب این حالا مال بخش بعد این قضیه این وضعیت دوزیا و بالا این وضعیت امنیتی که میگن خودشون الان اومدن یه تعدادی رو دستگیر کردن شش نفر رو دستگیر کردن که افغانستانی هستن و جزئیات اینو حالا پرونده رو آدم بخواد وارد چه من توی این برنامه اعصابشو ندارم با جزئیات وارد شم ولی چیزی که بوده اینه که یک باند سرقتی بودن میرفتن تو خونه های مردم و انقدرم وقیح بودن مثلا نمیگفتن حالا این خانواده برم بیرون ما بریم مثلا خونه خالی رو سرقت کنیم نه باند سرقتی بودن که میرفتن هم سرقت میکردن هم جلوی چشم شوهر به زن تجاوز میکردن و اعترافات یکیشون هم خیلی جالب و تکون دهنده است یعنی اصلا به یه شکلی دوست نداشتن شوهر نباشه برن به زن فقط تجاوز کنن لذت جنسی که میبردن این بوده که شوهر رو دست پاشو جلوی چشم شوهر به زن ایرانی تجاوز کنن همشون افغانستانیان هم. همشون افغانستانی ها. و این غیرت شیعه است دیگه حالا برادر غیرت شیعه حالا تو بخش بعدی برنامه صحبت داریم یعنی این وضعیت امنیتیه که این آقایون آوردن وضعیت امنیتیه که فاجعه باره و دم از امنیت میزنن حالا مثلا به ما میخوان بگن که آقا ما حالا تو محور مقاومت که تونستیم در حقیقت اینا رو برشون به پول بدیم و فلان کنیم حالا در از که بودن کارت روسیه کردن هیچی ولی مثلا میخوام بگن که الان به ما بفروشن که آقا مثلا ما باید از هشتل شبی و حوسی های چیزایی که خودمون هم اومدیم یعنی کتابش هم خودمون نوشتیم خیلی ها دارن میگن این کتاب خودمون نوشتیم ولی خب منطق قبول نمیکنه دیگه تو الان به من میخوای بگی که آقا اگر ما به حزب کمک نکنیم امنیت ایران در خطر میفته بر الان سوال جدی مردم اینه در ایران کدوم امنیت همه هنرمندا که تو این مدت موبایلشون زده شده مورد زورگیری قرار گرفتن بعد میتونم بپرسم کدوم امنیت ببین این که سهل انگاری هم نبوده که افغانیا تا این تعداد اومدن الان که ما با اون در آوردم نشونتون دادم دیگه ما در باب خود اینجا خود خبرگزاری تسلیم تو برنامه گذشته جزئیات گفتم ایران ناچار به پذیرش مهاجران خارجی برای رفع مشکل جمعیتی خواهد بود 29 اردیبهشت 1400 یعنی اینا آگاهانه این سطح پمپاژ افغانی داشتن و اینجا هم داره بیان میکنه که جلوتر اینجا میگه نزدیکی عقاید و فرهنگ کشورهای همسایه مخصوصا افغانستان فرصت کم نظیری را در اختیار ایران گذاشته است تا ناترازی جمعیت خود را با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی حل کند کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی خب داری میبینی کمترین هزینه اجتماعی امنیتیش اینه که ما داریم آمار سطح بالای جنایت رو داریم میبینیم عیزان افغانستانی که الان اومدن بیشترشون مجردن دارید میبینید که میرن تو خونه جلو چشم شوهر و بهشون میگن آقا خب شما که میخواستید دزدی کنیم این زن و شوهر از خونهشون رفتن بیرون میرفتید دزدی میکردیم نه میخواستیم تجاوز کنیم گفتم خب آقا یه زمانی تجاوز میکردی شوهره نباشه که الان این صحنه ببینه خب خیلی بعد نه ما دوست داریم جلو چشم شوهرش تجاوز کنیم لذت بیشتری به ما میده این امنیت جانی و مالی ما رو قشنگ به ساده تنین و کمترین لول امنیتی کشور رسوندن یعنی اصلا رو حواس دیگه امنیت کشور رو حواس بعد یه ایده الان اصلا میگن که آقا <applause> ما باید همه کنیم ولی که بازدارندگی امنیتی برامون داره درسته؟ این هفت درسته البته میتونست درست باشه با توجه به جمهوری اسلامی میدونی چیه جمهوری اسلامی اصلا مثل یه پدری می میمونه تو خونواده بعد این پدر خونواده کل خونه رو فرستاده هوا چه میدونم یه بمب ساعتی تو خونه گذاشته بعد ما میگیم که آقا بریم در رو مثلا سفت و محکم کنیم دوز تو خونه نیاد آقا اصلا بحث دوز بیرون الان نیست اصلا بحث بیرون بلش کن ما درون قرار منفجر شیم الان جمهوری اسلامی کار به یه جا رسونده ما داریم از درون ناامنی داره منفجر میشه ببین اینا چیزایی که رسانه ای شده دقت کنید یادتون باشه در تمام دنیا البته همینه در تمام دنیا اینه در ایران مضاعف اصولا جرم و جنایت هایی که رسانه ای میشه یک دهم ده این اتفاقات رسانه ای میشه یعنی در زیر پوست شهر این اتفاق ده برابر داره رخ میده یک یک بخشی یک بخش کوچکی از این رسانه ای میشه شما وقتی این شیشتا این دیگه خیلی دیگه زیادی دیگه آتیشش دم بوده نه در حد اینکه مثلا افغانیه مثلا بره دوستی کنه چه میدونم یه دونه حالا دختره رو انگوش کنه توی تاکسی انگوش کنه تو بوستان انگوش کنه اینا دیگه رسانه ای نمیشه ولی اونام جزء تجاوزه اونام جزء ناامنی روانیه دختر سرزمین ما میره تو بوستان توی پارک توی جایی یه خود اسم دختر چیه پسره جوونتر ما پسره 17 18 ساله ما بالا میشن میرن تو پارک یه ذره بازی کنن چهار نفر میان از این اوباشا بچه رو انگشت از چی میکنن انگشت میکنن این انگش میکنن اینم در کانتکس تجاوزه اینم در کانتکس ناامنی نیست. مونتا چون دیگه حالا عمیق نیست رسانه ای نشده این مورد چون دیگه خیلی دیگه خطرناکتر رسانه شد اونم که در سطح موبایل اینا شما داری میبینی من نمیدونم این جمهوری اسلامی واقعا داره دنبال چی, دنبال چی هست و حتی میدونیم دنبال چیه تا کجا یعنی مگه میشه یه مغز یک سازمان فکری تا کجا خودش رو میخواد ببازه به یک ایدولوژی موهوم موزی موزی واقعا تفکر شیعه شیعه‌گری یک موزیت خاصی داره موزیگری داره اصلا این موزیگری تفکر اینا تو کجا میخواد پیش بره یعنی آیا یک نیروی اقلایی نیستش در این حکومت یا بسته دیگه در اصل تکنولوژی ما از چی شیه میخوایم استفاده کنیم این واقع من وقت مثلا این ناراحتی داستان کجا هست اینکه واقعیت جاری یعنی گوساله حیوان در خارج از کشور بشینن در کلاب هاوس و اینا بشینن بعد بگن نه آقا ما بعد به شیه احترام بزنیم چرا امید دانا داره به شیه توهین میکنه ما ملتمون شیه نه یا یارو تو پاریس نشسته اون یکی تو آمریکا نشسته اون یکی توی چه میدونم ترکیه نشسته برگرده بگه به شیعه بده اون خفه شده اگه به شیعه بعد احترام بذاری گوتا نه پاشو برو تو مملکت شیعه زندگی کن از شیعه فرار کردی بیای در اروپا بگی به شیعه بعد اعترام بذاریم یعنی چی من نمیفهمم یعنی واقعا آدم یه جایی دیگه میگه چیزی نگم بهتره ما بعد کار خودمون رو کنیم بریم جلو این واقعیت امنیتی ایران بعد یارو اصلا برمیگردم میگن فضای ای و اینا بعضیا بطرح میکنن که نه آقا ما باید چی دفاع کنیم از حزب الله مگر نه ناامنی میشه دا ایران. الان امنیتی وجود داره از هم قبلا به زن یارو تجاوز میکنه الان دیگه جلو چشش میگه لذت میبرم شوهره که دست پا میزنه لذت سکس به من بیشتره میان و جلو چشم شوهر آدم مرد ایرانی رو دست پاشو ببندی بعد چند تا اطباع بیگانه به زنش جلو چشش تو خونه خودش تو رخت خواب خودش بهش تجاوز کنه یعنی چی اون زن و شوهر دیگه میتونن اگه برگردن به زندگی یه همچین اتفاقی رو اون شوهر تجربه کرده همسرش تجربه کرده اون زن و مرد مگه میتونن دوباره برگردن یه تجاوز ده دقیقه ای تا آخر عمر درگیر اون مسئله قرار خواهند گرفت از نظر روانی بعد مثلا یه در مورد چی داریم ما صحبت میکنیم یه حکومتی که تا اینجا می... امنیت ایران رو به بازی گرفته ممنون زنده باشی قرمتون برم شب روزگار خوش